شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى، سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى. نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا، نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي. هبت كالريح كالريح قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. پروردگار الله مهربان، حتی بینین دین دین مرکزش خود عربستان گوییم مکه های، ولی خداوند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از همه دن مکرمترین شما بسوی من خدا گفت آن کسی که از من میترسد. نابسوی ازبیک و تاجیک و روس و عرب و کسی نباشه، شما دوروی پیامبر را ببینید، محمد صلی الله علیه و سلم خود عرب بود، ولیکن بلال خود حبش بود، سلمان خود از فارس بود. ببینید شما، رامین در اسلام ملت شرط نه برادر عزیز، در اسلام خدا تاسیس شد. فقط انسان اسلام داشته باشد که خدا قرآن او دخولو فی سلم کافتن، خدا میگه در اسلام با پرگی در آید، با پرگی در اسلام در. وقتی میخوایی که همین عنوان مسلمانی را بر تو تیان، تو میخوایی که به نام مسلمانی افتخار کنی، خب تو باید در اسلام با پرگی در آید. اگر هرچی گویند که همین امر خدا، تو باید در او تسلیم باشی. گویان این حرام خدا، تو از او باید گریزان باشی. انا اینجا می شود چی؟ انا این بندگی تو بندگی محکول، انا این بندگی تو بندگی بفری نه، که هم مسلمان هم زنا، هم مسلمان هم عرق نوشی، هم زنا هم معرکه های توی و رقص و سرود و گویم دیگر فسق و فسق. این با این نمی شود برادر است، این مسلمانی نیه. برای همین ما اگر خواهیم که در اصل همین محترم نزدی خدا شویم، الله گفته است اتقاکم، از من بترسیم، پرهیزکار باشیم، در راه من باشیم.
قسم به نام خدا برادرای عزیز، کسی در راه خدا هست او بهترین آدم است، اون بهترین آدم، اون نفری است که یکم کارش پیشش سیاه نیست، گره نیست، همه کارش کشاده، همه کارش اقبال، همه کارش خیر. کسی اگر در راه خدا باشد یقینا باشد، این خیلی در رویه و هیلگر و خواب موقع ایواز میکردگی نباشد، یقینا مسلمان باشد. حضرت مولای میگفت دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ دل جدا هست زبان جدا، دل میگو طاعت خدا نه، این بندگی خدا نه. برای من اگر ما خواهیم که محترم در نزد خدا شدیم، یکون از پروردگار ما باید دیده هست. خداوند در قرآن داره سوره طلاق، ما 114 سوره داریم، یکی از اونها به نام طلاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ببینید، و ما یتقی الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. خدا میگه کسی از من میترسه همه گناهش نابود میکنم. یکفر عنه سیئاتی، در حیات خطا کردی، اشتباه کردی، غلط کردی، نادرست رفتی، خدا گفت ترسی من در قلبت پیدا شد، من نابود کردم خطاهای ترا. و یعظم له اجرا، اجرهای بزرگ بزرگ مثل کوهار اجرت میتون. از من بترس. یا خداوند میگه و من یتقی الله یجعل له مخرجا، یجعل له مخرجا. اگر از من میترسی همه راه هایی که بند بود بالای تو همه شا میکشا. ببین، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه از جای رزقت میتون که در گمانت نیست. تو در فکر شکم بودی، تو در فکر پول بودی، تو در فکر مال بودی، از کجا پیدا کنم؟ از من بترس، پیدا کردنش حقی من. خدا میگه ببینه، خدای مهربان در ترسی خودش چی چیزهای را وسیله کرده. برای همین خدا ترسی هم باید، برادر عزیز، باید معنی خچه داشته باشه. برای همین در اسلام ملت شرط نیست، محل شرط نیست، رنگ شرط نیست. پیامبر گرامی میگه این الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، در بعضی روایت ها الى انصابكم هم آمد است، ولكن ينظر الى قلوبكم، در بعضی روایت ها اعمالكم آمد است. خداوند نظر در صورت نمیکنه، صورت تو چی رنگ های نمیکنه نگاه. خدا میگه نگاه نمیکنم که تو چقدر مال داری، میلیون داری، تریلیارد داری، من این اشتران نگاه نمیکنم. انصاب کنم نگاه نمیکنم، تو بچه کی، نصب تو با کی میبره، نصب دم نگاه نمیکنم. ولیکن ینظر رو الى قلوب کنم، فقط نظر ما در دلی تا هست، در دل چی اندیشه داری. ولی بین قلب اصلا ترس و ناترسی همش دمی خانه دل هست. قرآن میگه سوره انفال آیه 2، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ببینید میگه مؤمن کیست؟ خدا میگه مؤمن کیست؟ حالا ببین، همین نفری که سرش میچکه و مقصد نماز میخونه و یا اینکه میگه من مؤمنم، همین مؤمن؟ خدا میگه نه، اشاره داره، میگه نشانه داره. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی که نام من در کجای گرفته شود، وقتی گویند حکم خداست، وقتی گویند این معجزه الهی است قرآن، وقتی نشان دادن وجلت قلوبهم،
در دلش ترس پیدا شود. این مؤمن گفتن خداوند، این ایمان آوردگی آدم. برای خداوند نگم من در دل نگم میکنم، روز قیامت هم، روز قیامت وقتی که بنده ها را در دوزخ میبرده هم برمی بایلولی کلی هم ازت نوم ازت الَّذِي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ الَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. خدا میگه روز قیامت این مجرما را، این گناهگارها را، این ناسپاسها را، اینایی که از فرمان من سر کشیدن، اینا را من در ستمهای آتشین میمندم و آتش امر میکنم که عذاب شانتیم. همین آتش میگه اولین ضربش در کجا میزند؟ علل افعیده، در قلبش میزند. بین اولین عذاب خدا از قلب سر میشید است، از دل. برای خداوند میگه من در دل نظر دارم. اگر از در دل این همین جمعیتی که نشستین ترسی خدا باشه، خوش به حالت. یکی اگر در دل شما ترسی خدا نباشه، یا مثال گوین که خیلی همین حاجی میرزا هم ملای دیگه گفتن میگیرن، یا اینکه از اینجا بیرون شدین باز همون نافرمانی ها، همون ناسپاسی ها، همون عقلگرایی خودت، برادر عزیز از خودت گله کن، از خودت گله کن. برای این خداوند میگم من نظری در دل دارم و در عمل دارم. عمل حضرت لقمان خداوند میگم ما حکمت دادیم، نه دانشمندش کردیم، پیغمبر نیست حضرت لقمان. خب سوره لقمان ده میگه که ما حکمتش دادیم، یعنی دانشش دادیم. همین حضرت لقمان یک قصه داره، حضرت جنونی در کتابش میگه که شنو که قصه لقمان گوش دار، به اول بنده شخص گرفتار. شب آمد سر بالین مولا، بگفت ای مرد غافل خیز از جا. ای غیرت بین به حضرت دانگو بین افای دانلو استاد دانلو محمد لو استاد ما ما هم در نظر حضرت همین دوستگی اکه ما رخصتی گفزنی گرفتگی هم برای من هر جدا به پروپس کم گفزدن میگیریم. تو خدا نگرد خدا نگرد شما نشان دنیا زینا مبارک هم آمد خیلی من همین چی را گویم بعد هم وقتتون هست وقتی ها باید که نفسو بسید نهی چوی نام بکشه و بعد دیگه کهی بس میکنه کتن با چوی بخری ایشم بان. حضرت لطمان میگه در اول غلام بود، میگه شنو که قیصه لطمان گوش دار و اول بنده شخص گرفت دار. یک دوستای خدا دنه با غلام بودن اصلا به نام خدا آخی او را ساعت یک یه لحظه حیات چون اگر ما 200 سال حیات داشته باشیم با همین طرز عبادت ما با یک ساعت عبادت اونا برابر نمیشود. خیلی که حضرت علی گفت که اگر من تمامی اگر اعمال ما اگر چین کنم با یک ساعت عبادت عمر برابر نمیشود. حالا که حضرت علی هم از عبادت خالی نبود که اونان شب خواب نبودن، قسم به نام خدا این خوابی که ما میکنیم، این غفلتی که امروز ما داریم، آخی گفتی هم بزرگای خدا آخی گرد قیصه خود پیشی سگ برگویم سگ دامن پوستین زیمن برچینن. بزرگا میگن اگر همی قیصه خود من حال بندگی خود من اگر در پیش یک سگ گویم که من نامم بنده هیو من انمی خیلی سپارش ها دارم، میدانی که چی سپارش های خدا در قرآن میگه آخی این عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این خداوند میگه ما به آسمان و زمین و کوها امانت ما پیشنهاد کردیم، تیم همی امانت قبول میکنین؟ اونا میگه پوش گردانیدن. گفتن نه، گفتن
تنمایی را قبول ندارد. امانت چی بود؟ اینجا نماز بود، اینجا میگن غسل جنابت بود. میگن گو ما نمیگیریم کتن، ما میترسیم که این ادا کرده نمیتونیم. فابینا میگه خدا نه، فابینا ان یحملناها، ایبا کردن، ترسیدن کوها به همین بزرگی، آسمان به همین بزرگی ترسید که ما این امانت خدا را قبول کردن نمیتونیم. بین فابینا ان یحملناها، ولی انسان قبولش کرد. نگه خداوند انسان قبول گو بله پروردگار من قبولش دارم. انسان گرفتش. اگر ما در پیش تک گوییم که ما نمی خیلی امانت داریم در پیش، نمی خیلی سپاریش ها داریم، نمی خیلی بندگی ها داریم، آخه حضرت مولوی چی میگو؟ میگفت همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست واقف نیست آدم. سگ و خوگان بهتر از شقی ها که دارن یک عذابی جانکنی ها. بین همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست، نیست آدم، همون که نیست واقف نیست آدم. ما همین قدر مشکلات های وزبین داریم، افسوس که به پروهیم برادر عزیز. به نام خدا آنقدر که غم زن و فرزند و مال میخریم، 5% امیر غم دین مونانا میخریم. 5% امیر ما غم دین نمیخریم، ما غم عبادت، غم مردن نمیخریم. نمیدانیم ولی همین جمعیتی ما نمیدانیم چه خیلی مرده باشه. ما غمی دین نمیخریم، غمی زن میخریم، غمی اولاد میخریم، غمی دنیا ما نمیخریم. و حضرت ولی پیش ای حضرت لقمان را گفتم، حضرت صوفی اللیار در مسلکش میگو که مرده را برن سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. ای جانه که 40 سال و 50 سال همراه من بود، بعد ای دور نگاه میکرد جسد مردگی را. مرده را بران سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم برخش. عاقبت حال این چونین بوده، چون نکردی عمل به فرموده. افتاد ای بدکش، ای بدفعل، و تو میدانستی که عاقبت همی خانه گور میم. آخی یک کاری نکردی که امروز نه خودت در عذاب مانی، نه من در عذاب مانی. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بیوفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ فقط گفت همین بود، زن، مال، فرزند، زن، مال، فرزند. انا که نزد مولا چی میگوی؟ حضرت لقمان غلام بودن برادر عزیز، غلام. با همین غلامیشان با عبادت میکردن. امروز آزادیم عبادت نداریم. این غلام تصور که وای خرید از لقمان، خریدگی پول قدی. او باید که در این خانه نفسی آزاد نداشته باشد، وای باید هم 24 ساعت خرباری باید کار کند، وای برای همین خریدگی. لیکن او در برابر همین غلامی با عبادت میکنه برادر عزیز. ولی امروز آزادی داریم در عبادت، عبادت نمیکنیم. اجرا کردن در قوت داریم، توانایی داریم، شرایط داریم، اجرا نمیکنیم. برای چی؟ برای که از خدا نمیترسیم برادر عزیز. یگانه چیزی که ما را نمیگذارد که پایبند شویم انامین است که از خدا نمیترسیم، از قبر نمیترسیم. روز قیامت در ذهن ما نیست که ما شرمنده میشیم. همینا که در قلبای ما که نیست، پس ماها از انمی کارهای خدا و رسول دور دور. شنو که قصه لقمان گوش دار، به اول بنده شخص گرفتار. شب آمد سر بالین مولا، بگفت ای مرد غافل خیز از جا. با این جسوری را ببینین، آدمی غلام را ببینین، میاد به سر مولا خورجایی نش چی میگه؟ میگه ای مردک خیز، میگه از جای خواب، خیز ساعت عبادت آمد، ساعت طاعت آمد، خیز. اون امروز بعضی ما و شما برادر دلاور نمیشیم که بچه مانا، زن مانا به طاعت عبادت دعوت کنیم. دلاور نمیشیم، میترسیم.
بگفت ای مردی غافل هیز از جا. برای چی؟ بهشت خواهان چونین غافل نخوابند، گداها از تزرعا بیابند. گفت آخه اگر تو مولا گفت سردار، اگر تو دعوای دین داری، دعوای اسلام داری، دعوای این داری که تو خواهیش جنت باشد، جنت خواه مثل تو نیست. بهشت خواهان چونین غافل نخوابند، گداها از تزرعا بیابند. گدا را بین می آگد نزد در میاد، صاحب خانه را زاره میکند، تولا میکند، اکا یگان چیز یاردم کن، یگان چیز کمک کن. زاره میکند خاندار چیزش میتا، او تو زاره و تولا به خدا کی نکنی از کجا تو خدا جنتیا. مسئله را به زاره، به تولا، به سعی، به کوشش، به حرکت انسان به جنت میرود. این را به خواب نمیشود. در مردم یک مقاله شما ده هست نیست؟ خواجم باغ داری؟ ها دارم. شما این چیزا میفهمید؟ خواجم باغ داری؟ دارم. یعنی این قطعی این دین نکوخی. یا بقند گفتن دهن شیری نمیشه گفت. برای اون که دهن شیری شد قند خوردن در کار. مولا که مولای مغرور بود، بسیاری مولا مغروران که بگو رو ای غلام ازید کریم است، برای مستمندانش رحیم است. گفت برا گفت پق پق نکه گفت چی میگوی؟ گفت خدای خدای کریم و رحیم گفت یک خدای که لک بخشه که بندش هم میبخشه. گفت برا گفت ما همی خواب و همی حرکتی دارم، همی را دوام دادن میگیرم. تو در جواب گفت بگو رو ای غلام ازید کریم است، برای مستمندانش رحیم است. یکی حضرت لقمان چی گو؟ کریم است و ولی قهار هم هست. این مولا گفت من قسم به خدا گو دلم به تو میسوزم، من نمیخوام که امروز من ایده هستی تو نان خورم و تو پگا دوزخ روی من جنت رو. همون خدایی که تو کریم و رحیمش میگوی کریم است و ولی قهار هم هست. کریم هم باشد ولی با صفتی قهر کننده هم دارد، قهار هم هست. ببینید کریم است و ولی قهار هم هست، رحیم است و ولی رحیم هم باشد، کریم باشد قهر کننده هم هست، ولی رحیم هم که باشد غضب کننده هم هست. اینا حضرت لقمان چی وادار میکرد؟ ترس خدا. ترس خدا وادارش میکرد، میرفت این عملها را انجام میداد. برای همین کوشش کنیم برادران عزیز که خداوند همیشه در قلب آدم نظر دارد، در خدا ترسیتون نظر دارد، در حرکتاتون نظر دارد. هیچ ساعتتون از یاد خدا غافل نماند. حضرت ابن سعید علی حمدانی میگفت دلی که از نور معنی نیست روشن، ما خانش دل که او سنگ است آهن. دلی که از گرد غفلت رنگ دارد، از اون سنگ آهن نم دارد. خدا همه شما را نگه هم دارد. خدا ایماناتون را کامل کند. خواهی بابای آجی و خدا را فیضی کن برکات کند. خدا ما را توفیقی هم گوش کردن و توفیقی بعدی گوش کردن عمل کردن نصیب کند. خدا خیرتون بده، زنده باشی. یکان چی پرسیدنی باشین، اینا دوملا هم هستن انشاءالله. یکان سوالاتون باشه پرسین، یه هم غنیمت های ساعت هم برو بگذیزم. ای خونه.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک قصه بیادم اومد رسول اکرم میگه در شب معراج میگه یک بوی خوش میگه در مشامم زد سیاه بوی خوش زد در مشامم همین خیلی از بوی خوشش راحت کردم پرسیدم که این بوی خوش های کجا های گفتن این از جانب آرائشگری دختر فرعون های مرشیتا میگن شانزن دختر فرعون کشونه حسنه کو فرعون یا این فرعون موندگی های اما کشونه حسن داشته های دختراشا همونجا خیمی بریدن کرسکا کدن این امروز خوهرامون هم تری کدن کوخی فقط بریدن های کرسکا کدن های نه عقل های نه فراست های نه دین های نه ترس خدا و فقط همین می بریم کرسکا کدیسیم با کی در کار های کرسکا یو های خدا دانا و ایلو اگر ای حسن خدا در چهره هم دخترک داده است ای دادی خدا کجا و تغییرات کجا و حضرت ابوبکر صدیق میگو که سه چیز با سه چیز نمیوان بایی را با تمنا کسی تمنا کنه که ما بایشم بایی نمیشوا تنی صحت با دارو یک بیمار میشه با تنی صحت سلامتی را دریاب نمیکنی سیوم جوانی را با آرایش این یک کس از تخمین اینم من میساد از عمرم از چیل گذشت اگر از همین ریشم پس تراشم رنگی نیجا بعضی این برادرها را میبینم ریشه حالی هم زدگی ریشه کاما بزن پس کریمه مالم خب کستون و بروک پوشم گلس روک بندم آخی با گویم که این کرسکه و با این رنگ بار من خدمت جوان کرده نمیتونم چخیلی که ماشین را که میگیره و ستار ایمان میکنه ماشینی کهنه را هزار که ریمان تش کنه بهترینش که کنه کرسکش که بزنه کهنه کهنه آیوخی و یا نمیشه و برنگ بار نمیشه و اون چیزی نوی که زوادسکای میبرایه و هایش میکنی چخیلی کهنه را فسان که و های کن ببین یکی همون دختر فرعون هم آرایشگر داشته است مرشیتا میگن شونه زنه رسول اکرم میگه در شب معراج بوی خوشه به مشامم زد و گفتنی از طرفی همون آرایشگری دختر فرعون های گفتم این چیه این کی هست گفتم این چیکار کردگی هست ولی اگر سوال شود که چند تیفل در دنیا گپ زدگی های باید شما گوین که چهار تیفل در خوردی در آوان کلی زبان نکشادن چهار تیفل گپ زدگی هست یکیش انامین دختری آرایشگری دختری فرعون بود آرایشگری فرعون دخترش گپ زدگی بود است میگه وقتی که دختر فرعون از سرش شانه میزد همین آرایشگر که یکی شانه افتید و این آرایشگر میگه از زمین گرفتنده چی گفت؟ گفت هم دو ستایش مر پروردگار را گفت و شانه را برداشت او زمان ها فرعون دعوای خدایی داشت که گفت خدا میام این آرایشگر گفت هم دو ستایش آن خدای را که ما را آفرید بعد دختر فرعون گفت پدری مرا میگویی پدری مرا هم میگویی ستایش میکنی گفت نه گفت آن خدای را که زمین و آسمان در اختیاری اوست و خدای پدری تو خدای پدری من است و خدای من است گفت اگر تو این خیل قول داشته باشی من پدر ما خبر میتونم گفت مهلش خبر ته گفت مثل امروزا چیل از ترس فراش نگرفت بعد از آن رفتن فرعون را گفت دخترش گفت این دیگه خدا را حمد و ستایش میگه تو را نمیگه آخی تو گفتی انا رب بکمون اعلا من خدای بزرگ هستم ای خدای زمین و آسمان میگه فرعون گفت همین خیلی هست گفت همین خیلی هست
گفت که در آب گرم در آتش میپرتاند. گفت میلش من از این قوم نمیگردم. بعدا میگه دیگه تیار کرد که مثل عصب بود میگرد. بعد در همون دیگه میگه آوردن ها که در همون دیگه میپرتایش. گفت که پیش از آنی که من در دیگه میپرتایی خواهش دارم. چی خواهش داری؟ گفت همین فرزنده ها همه یک جای همراهی من پرتایم. گفت میلش مایلش گفت از ما اجرا کردن. وقتی میگه مادر را پرت تاختن چند فرزندایی که بود پرت تاختن آخران کودکی بود که در دستش بود. میگم کودک وقتی نزدیک میواردن میگه که همین کودک با آوازی بلند میگه با مادرش با سوی دیگ بود میگه مراجعت کرد. مادر گفت صبر کن تو حق هستی. گفت خدا همراه توست. میگه کودک نوزاد کودکی که در دست مادر بود همون میگه با گپ آمد با کلام آمد. این برای فرعون درس بود ولی درس نگرفت. گفت مادر تو حق هستی. گفت آن خدای را که تو حمد و ثنا گفتی همون خدا خدای بر حق است. دیگر میگد کودکی که گپ زدگی بود این حضرت عیسی بود فرزند مریم. این قصه مشهور قرآن میگه که در خوردی. سیوم فرزندی که گپ زدگی بود این طفلی جوریج بود. طفلی جوریج هم به خودش یک جای عبادتگاه داشت. بسیار گویم شیخ خوب بود. بسیار آدم پاک بود. یک روز مادرش میاد جوریج فریاد میزنه. این در درون نمازه. چی میگه؟ یا ربی اومی و صلاتی اومی و صلاتی. خدایا مادر ملبای بگوم یا نماز دوام تیم. در دلش میگذرد که نماز دوام تی نماز دوام دادن میگره و صدای مادرش لبای نمیگه. باز پگاه هم تمیه مادر با فیراد میکنه بچه با در نماز با یا ربی امی و صلاتی امی و صلاتی. مادر ما جواب گویم اونو نماز دوام تی. در دلش میگذرد که نماز دوام تی. بعدا مادرش که میبیند جواب نمیتید بچه در نماز چی میگه؟ میگه اللهم لا تمیته حتا ينظر الى وجوه المؤمنات. او دای مادر را بینید دای بد کرد. گفت خداوند گفت همین بچه مرا جانش نگی تا زمانی که اگر نگاه در روی یگان زنی زیناکار نکنه. با یک زنی زیناکار مبتلاش که گفت. بعد از آن میگه یک زنی زیبایی بود در همون ملک. میگه دای مادر کارش کرد. میگه آمد و همون زن گفت که این شیخ گفت یگانه من میتونم که مقصد مبتلای زیناش کنم. رفت هر چی که نغمه ها کرد شیخ تماما گویا که کسی را نمیبینه. بعد از آن میگه رفت به یک چوپان رسید و از همون چوپان میگه حامله دار شید. بعد در شهر اعلان کرد که ای مردم انمین جوریجه که شما از او دعا میگیرین و درود میگیرین و همی را همچود پیشوا میدانین این همی حمل شکمی ما گفت از همی جورای جای دیگه. مردم ناپرسیده آمده جای عبادتگاه ویران کردن خودش شتکاری کردن. بعدا گفتن ای بندهای خدا چی گپ است؟ گفتن زنا کردی. استغفر الله گفت من زنا نکردم. گفتن این شکم این فکت این دلیل. گفتن همون زن بیاریم پیشی من. بعد آوردن مردم بسیار جمع شدگی. میگه گفت کدام زن است؟ گفت این نگو خیش کم دم کدگی در داخل فرزند. بعد میگه راست براست ایستاد و گفت پروردگار را گفت من از این کار گفت دورم. من از این کار تماما درک ندارم. خدای مهربان ترا دعا میکنم که از خود همین فرزند در سخن درار که همین کاری زیشت در حق مادر همی کی کرده است. میگه از داخل شکم میگه کودک به صدای بلند میگه فریاد زد که ای مردم آگاه باشید که این جوریج پاک است. من از جوریج نیستم. من از فلانی چوپان هستم. در شکم مادر میگه این کرامات بود این فضل بود این پاکی و تازگی جوریج بود. میگه همون کودکم از اینجا چی؟ گبزه. سیم کودکش این بود. چهارم کودکش میگه یک حدیث در میگذرد. میگه در پیشی بری مادر بود. میگه بناگاه میگذرش که نگاه کرد که یک مردی همتری لباسای زیبا و بالای اسب سواره. این مادر خوشش آمد. گفت این مردکی خوب این اسب بین این شرایط بین
گفت پروردگار را گفت همین فرزنده که در دست دارم مثل همین بگردان. این فرزند میگه شیر میمکید، میگه دهنش از پستان بیرون کرد، گفت خداوند من را مثل این اصلا نگردان. بعد از آن میگه مادر کمی قدم زد، میگه رفت اون طرف نگاه کرد که یک آدمی همیتا بیچاره را شتکاری دارن و میگن زنا کرده، زنا کرده. مادر دلش سوخت، گفت خدای مهربان فرزندی مرا مثل همین نگردان. میگه فرزند باز پستان مادر را پرتافت، گفت خداوند مرا مثل همین بگردان. بعد از آن میگه مادر پرسید فرزند، گفت آخی وای بهتر و خوبتر بود، گفتی مثل وای نگردان، این اینقدر حال تباه دارد مثل این گردان. گفت اون کسی را که تو دعا کردی وای ظالم است، گفت او ستمگار بود، او خونخوار بود. من گفتم خدایا مرا مثل وای ظالم نکن، یکی این بنده را که امروز عذاب شکنجه میتین این گناه نداره، این زنا نکرده است، مگر زنا را در گردنش تهمت کردیستم. برای من گفتم خدایا مرا مثل همین بنده مظلوم بگردان. این چهار تا فرزندی هستن که در دنیا گپ زدن و شب معراج پیامبر گفت مرا بوی خوش رسید، گفتن اما بوی آرایشگر دختر فرعون است که کودک میده بزرگی خدا و ترسی خدا را در بین مردم آشکار کرده بود. تو مرحمت کنین اکو بچه ها، مرحمت کنین، زنده باشین. شما خوردن بگیرید ما در آمدن در بابای محمد جان یک ایراد گرفتیم همین تمرده که پشو بریش همین تا با اخلاص قطیم و سلام کردن تا زیارت کرد چهره بسیار محفول مومدن اینکه افسوس دید بریش نداشت این خلاف را که ما کسی را گفتیم بریش ماندگی هست طرف های دوشنبه کلاف همین کسی را گفتیم که من گذارتا که خوجاندن ایتی نمیدن مردان خوجان گفت همی گیرن همی گیرن خدا دونا ایو نه فرو های که دلالتی نیکای دلالت بس سنت پیغمبر ایو که یکان چیزی نیست که بزرگ برادرهای ما باشن خدا نگه دارد در مردم خوجان کلان سالور زیاد و خدا بازم نگهشان بداره و ولی ریش نمیدونم بسیار همین چیز کمتر نیش کم بوده سلاف سالها از پنجا شهر میدونید همه دیم پر بشه خوش بگیم یا ما فکر میکنم که یعنی اثر همو 70 ساله دولته هم پیشینه باشه تحصیل همو دولای شوروی باشه یعنی اون جو در برای بیشن اهمیت چه ماهیت چه خواب چه نمیدونن پیامبر گرامی میگه تابوت دیدن خودش عبرت هست بازم پس همین بانگی همین برادری بابای جیه تابوت گذرانند برای همین خانواده و برای کلی بیننده خودش عبرت هست
برای آدمی بیریش همین ریش در معنی ما دیدن خودش عبرت هست. همین اگان چیزی هست که مانده من. اگر این مام همین رازی بیخ بگیرم همین بودا خشرویم. هم سب سفیدی خشرویم. نه که خیلی اکنه میرم میمونیم با بخاطر سنت. بخاطر که ما را چهره پیامبر ما ریش دار. پیامبر میگد من احب سنتی فقط احبنی. و من احبنی کان معی فی الجنه. ببینین کسی سنتی مرا دوست میدارد مرا دوست میدارد. پیامبر کسی مرا دوست داشت همراه من در جنت است. کی دوست نمیدارد که همراه محمد در جنت باشد؟ نیست این خیلی نفر همه میخواهد که همراه محمد باشد. الفطره الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونطف الابط وقص الشارب. میگه یکم ختنه سوری کردن سنت پیغمبر است. فرزندا را ختنه سوری میکنیم سنت از پیغمبر مونه. دوم والاستحداد از زیر ناف تازه کردن اینم سنت. در بعضی روایت ها میاد که اگر تا 40 روز انسان زیر نافش پاک نکند در نمازش کراهیت پیدا میشه. سیوم نطف الابط. نطف الابط زیر کش تهای کش در پشم هایی که هست اینا هم تازه کردن از سنت پیامبر. و تقلیم الاظفار ناخونها را گرفتن. پنجم و قص و شارب بروت ها را پس کردن. مویلب بروت میگیم مویلب میگیم اینها را پس کردن هم اینم از سنت پیامبر. مویلب ها پس شوند ریش ها کشال کرده شوند. زکات اگر خودی همو اشور هم کنه تا قیمتی رو ادا کنه میشه. مثلا یک تن گندم حاصل گرفته است از یک تن گندم 100 کیلو گندم باید اشور بروره. همو 100 کیلو را خواه گندم بتیه میشه خواه پولی رو بتیه میشه. یا مثلا یک تن گندم همی فروشه و 100 کیلو شا پول شا برورده در فقیر بتیه میشه. بله میشه. اگه مثلا از یک تن چند تن باشه ممکن یک تن در گاو نمیشه. اگر به شرطی که زیاد باشه که قیمتی همو و مقداری یک گاو شوا گرفته تا البته افضل و بهتر. و دیگر که اشر زکات در مصارف اگر چندی که در کتاب و ذکر شده است لیکن اگر از آدم های نزدیک ختم باشه افضل و بهتر همو. فقط زکات جویز نیست دادن درست نیست در پدر مادر زن فرزند. هر چی قدر که مثلا پدر بالا بره پدر و بابی و بابی چندی بره از قسم مادرم چند قدر که مادر و مومو و مومو کلان چندی بره از فرزندم اینا درست نیست. اینه ویلاد و زوجیت در پدر و مادرم درست نیست در فرزندم هم درست نیست در زنم درست نیست. اگر زن صاحب مال باشد زکات برو اگر در شوهرش درست نیست لیکن در اکاد و در اپر و در امک تواف در یا دیگه در کلی همش درست هست.
اگر به شرطی که همو فقیر از همین اولاد خودش باشه افضل و بهتر همین، هم صله رحم به جا میآید هم ادای زکات شه یا ادای بشه بشه، یعنی قیمت همو رو اگر بتی درست بشه. اصلا در حدیث ها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زکات در مسجد دادن منع کردگی است. زکات چرکی مال است، یعنی یک انسان دست شکی میشو و پاک میکنه همو غساله میگنم را ششتگی. خب رسول خدا میگه که غساله خودتان را در خانه خدا و در اولاد من صرف نکنید. اینه کسی که سعید زاده هست، سعید زاده میگن که ایشون زاده سعید زاده از اولاد پیامبر، در او اولادم دادن خوب نیست و در مسجدم همو غساله را صرف کردن درست نیست. لیکن امروز فتواهای معاصر در مسجد صرف کردنش جویز میدونن، خصوصا در تاجیکستان، به خاطر که دولتی مثلا ما دولتی تاجیکستان دولت اسلامی نیست، قانون اسلام نیست، در یکان جوی کنستوسی تاجیکستان ما بسم الله و الحمدلله خدا و پیامبر وجود نداره در قانون ما دنیاوی است. به همون خاطر مسجد رو حکومت نگه نمیکنه، مثلا یوردام نمیتر یا که در مسجد بینو نمیکنه، بلکه از مسجد میگیره. و همین خاطر که مسجد ها همه محتاج هستن، اگر کسی زکاتش براورده در مسجد بکنه درست میشه. لیکن بهتر افضلش همین است که همه پول زکات در مثال پاسمان بکنه فقیر باشه، یا در فراش بکنه، یا در مثلا که پول سویت و دیگر چیز رو اگر سرش کنن بکنه، در امارت مسجد صرف نکنن خوبتر بکنه شده. لیکن خلاص اجازت هست که در مسجدها بازی بسیاری برادرهای ما مال دارن بسیاری باید زکات بدن، لیکن همت ندارن. بزرگان میگه همت ادراه از کو؟ میگه دولت ادراه فیل بردارد میانش بشکند، همت ادراه پسه برداشته به هندوستان برد. برای همین حاضر همین خیلی هست که پولدار هست همت ندارد، بعد همو مجبور میشد که زکات چطیا و زکاتش خیلی مجبور هست، همون هم خیلی دارد اما اندر ایمان که هست میگه زکات. برای این برای بتا در مسجد هم میشود، برای گفت که اکه دوملا که محتاج مسجد ها امروز بسیار محتاج هست، بسیار ضرور دارند. اگر همو امارت یک میکروفون هم در نمیخرد، یک قالین میخرد، یک عبادی میشود که چهار مسلمان آمده در همجا مسجد باید سخن خدا و رسول میشنود. امروز با عذر ضرورت درست شده، با عذر ضرورت های و الهی مستحق زکات نیست مسجد، یکی ضرورت های مثل دولت های اسلامی. اگر ای بیت المال ای طرفی بودجت دولت اگر مسجد کمک کده شود اوجا زکات نمیتیم، یکی امروز نداریم و ایره کخ. برای همین درست های خیلی دلالت های زیاد کنید که همین مالدارو زکاتی هست. اگر همین خوجند همین قبولداری که هست همین خوجند خودتون در اگر زکاتاشون را جدا کنند، خدا خواهد چندین بهبودی و چندین مسلمان دیگر ویر صاحبی باید تکنان دیگر می شود. همین خوجندی ها خوجندی ها خودشون را دیان اگر به شرطی برارن. سوالی بگردان دارم، اما یک تا هاشون دادن در کار خانه کم بغلا، همین یک تا نه یک کس دو کس با دادن بهتره یا ده کس با پنجا کلاگه یا بیست کلاگه تقسیم کنه بهتره؟ این شرط دیگر یکون چی معاین نیست. اگر به شرطی که مثلا فقیرها زیاد باشن در فقیر زیاد تقسیم کنه افضل و بهتره، مثلا که یک لینچه یا قبچه هر ده نفر ده بتن این افضل و بهتر است از یکی در یک نفر بتن. یا مثلا از بابی زکات هم اگر نیساب امروز موافق مرکز 3053 دلار است، همون 3053 دلار را میتونه که در 20 فقیر تقسیم کنه. در یک فقیر او را دادن در حالت جایز است که فقیر قرضدار باشد، مثلا قرضدار از قرضی بسیار داره در روتان جایز میشه، لیکن اگر قرضدار نباشد در چند فقیر بتنی بهتر خود داره. اکو عشر و زکات به منزله همین ناخون است،
مجتهدا بیان میکنن که اگر می ناخون سری وقت اگر گرفته شود هم انگوش تازه هست هم مستحکم هم سالم، لیکن اگر همه ناخون گرفته نشود وقتی که بلند شدن گرفت درونی و هر چقدر مثلا که رجدی جمع شدن میگیرد یک روزی همون ناخون میشکند یا چپگردان میشد، چقدر صرف خرج در او میشود. اگر سری محل بگیرد این چیز در حفظ حمایه است. زکات هم به همین طریقه است، یعنی مال همه مسلمان پاک میشود. اگر زکات نمراره حق فقیر مسکین در مال او است، او مال پاک نیست، حلال نیست، تا اونجایی که بعضی ها حتی که بیان کردن که کسی که اگر نماز میخواند و ثروتمند از زکات مال نمیبرد نمازش قبول نیست، به خاطری که در هر کجا که خداوند در قرآن نماز را ذکر کرده است از قفای و زکات را ذکر کرده است. اقیم الصلاة و آتو زکات، و پا دارید نماز را بدهید زکات را، هر کجا بدهید زکات را. یا در اولی سوره مبارکه بقره ببین، خب و مم ما رزقناهم ينفقون، ایمان به غیب دارم با و مم ما رزقناهم، از آن چیزی که خدا به اونها رزق داده است ينفقون، نفقه میکنن. اینه که در باب صدقه کردن و دادن هزارها جای قرآن فقط انفقو است، بدهید صرف کنید، از صرف کردن و دادن نترسید. یا به منزله توک انگور است، اگر همین توک انگور در تیرمو مثلا نوده های دراز دراز داره، همراه باغون چند قدر سه باغون میموند، دوامش کلته میکنند، باقی مونده شد کلته میکنند. سال آینده هم انگور همون مثلا که درختش پاک میشود، تازه میشود، قوی میشود، حاصل زیاد میگیرند. اگر به شرطی همون را پاک نکنند، تازه نکنند، کلته نکنند، همون تا میموند، پشت جمع میشود، زنبور جمع میشود، حاصل نمیشود، میپوسه نابود میشود. اگر همون زکات چند سری محل هر سال برآورده میکرد، مالی در حفظ حمایت خداوند. و هر کسی که از مسلمان زکات میبرد به پروا باشد که مال او را ظالم خورده نمیکند، مال او را ظالم گرفته نمیکند، مال او گم نمیشود، مال او را دزد برده نمیکند، دزدی کرده نمیکند وقتی که زکاتش برآوردگی بشه. لیکن اگر زکات نبرد گاه مثلا از 4000 دلار 100 دلار واجب میشه، او قرینه 4000 دلار 100 دلار گاه میشود. انسان های هستند که زکات نمیبرن ثروتمند ها، بعضیش میشنویم درس کجا زکات نمیبرن، جمع میشه یکی در چنگ یک ظالم بی خدا و بی ایمان میزنه 50-60 هزار دلارش در پاره میرود. اگه این 100 هزار دلار در پاره رفت، این جزای دنیایی است که عذاب میکشه، برآوردن قین است. در قیامت هر یک تیر تنگه به تنگه در نزد خدا جواب میدهد که تو در حرام جا صرف کردی. برای همین عشر دادن، زکات دادن، این البته که فرض است، باید که را رعایت داشته باشیم که وقتی که در بین ما مثلا که فقیر هست، مسکین هست، ثروتمند حق را برآورده با او عطا بکنه، تا که اون هم البته که برابر شوند و خوشنود شوند. در همین جای قرآن دوملا گفتن که انفقو آمد، مراد از انفقو زکات هست، نفقه کنی، مثلا پرداختی زکات کنی. در قرآن جای حسرتی آدمایی که نمیتیان اومده، کسانی که نمیتیان، خداوند حسرتی بودنشون، حسرت خوردنشون هم آورده است. کدام وقت؟ خدا میگه و انفقو مما رزقناکم من قبل ایعتی احدکم الموت. ببینید، فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. خدا میگه کسایی که زکات ندادن، بعد زمانی میشود، میگه که زمانی گرفتن جانشون میشود، تا حال جانشون نبرآمده است. ما وقتی که جان از بدنش کشیدن میگیریم، فیقول بعد میگه ربی
لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من صالحین. من از پروردگارا او اکم میدونه که از جانا که گرفتن دنبالش ده برای ندادن زکات پیش خدا ده عذاب های این شک درک میکنه، این شک خبرش میتن. من میگه پروردگارا زاره و تولای ما همین است که اخرتنی الى اجل قریب مرا اندک فرصت بده. خدای مهربان مرا اندک فرصت ده، اندک بدن ما سالم که، از امی جان کشیدن ملائکه ها تا دور که، فاصدق و اکم من صالحین. قسم به بزرگی که همی برابر یعنی سالم هم که و اندک وقت هم بده، شاید یه روز، شاید یه ساعت، آن چیزی که از مال و ملک دارم نه تنها زکات، همه شد در راهی تو میبخشم. ببینید، بعد خدا چی میگه؟ ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. خدا میگه که من به این کار تو، به این بخیلی تو، به این ندادن تو قبلا آگاه بودم که تو همین خیل از مال زکات نمیتی، برای همین برای تو مهلت جدا نمیشوه، بلکه ملائکه را امر میکنن که جانش قبض کن. انسان اونجا حسرتی میشود دیگه حسرت فایده نداره. کن برای این پیامبر گفت که افضلترین صدقه کدام است؟ انت صحیح و شحیح. آدم وقتی تندرست باشه، بالای ملک مالش ده باشه، همه کلیدای خزینه، همه گویم که دفترها و کاردهایی که در او پول داره همه در دستی خوچه انا همو حالت در آدم وقتی صدقه کنه. پیامبر گفت افضلترین صدقه انا همین صدقه است. ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم. پیامبر گو که نیستین گو که تا وقتی که جان در حلق تان آمد، بعد از آن چی گوین؟ الا بدمین لی فلانین کزه و لی فلانین کزه. بعد وقتی که جان که آمدن گرفت درک یافت که میمرم، بعد فیراد کنی بچه همه اینشا فلانی را ته، اینشا فلانی را ته. پیامبر گو که الا و قد کان لی فلانین. دیگه تو مراجعت هم نکو، این تو که مردی این مالت ای فلانی میشوه. گفت دیگه دیگه مراجعتی تو حاجت نیست. برای همین به دنیا توانی عقبا خری، بخر جانی عزیز ور نه حسرت بوری. باید از دهخانه زراعت اشور بیتیم. کسانی هستن که مثال صاحبی زمین نیستن، با مثال زمین میگرن و فرمه صاحبی زمین یک دیگر کس همه اجاره زمین میگرن، بعد همون دهخانه را میکنن، بعد حاصلش میگرن، از همون حاصل یک قسمه برای صاحبی زمین چی حق میده. همین کسا شو میده نه برای وجیب نیست. نیست نه. وقتی که زمین مثلا از من باشه و همه از من باشه، شما کارگر باشین، حاصله جمع کنین، بعد مثلا حاصله ما بگیرم یک قسم شه شما را بتون، شما دو وجیب نیست. برام اصلا همون اولادای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اونهایی که اهل سیر حساب میشن از پیامبر خدا از نسل دختریشون مودن، از نسل فاطمه زهرا، چون که از پسرشون پیامبر خدا یگان فرزندی نرینشون خاندار نکرده بودن، خردسال رفتن اولادای همو که در همه اطراف جهان هستن، پراکنده شدگی هستن و فقط در کتاب های فید میارد در بابی کف، یعنی کف کسی که در بابی مثلا زناشویی در ماها همی خیل عادت و سالهای پیش که مثلا ما اشانزوده که هستیم دخترامونه در اشانزوده میدیم در غیل می سیدزوده در اهلی سید میدو در غیل. یا دلیل میکردن یک مسئله که والعرب و بعضهم کفون لبعضین، عرب ها همش کف نیستن، عربی خریستیان هم هست، عربی کافیر هم هست، عربی بیدین هم هست، ها
همه عرب یک عرب نیست. بعد با میگه که و قریشی هم بعضی هم کفون لی بعضی قریشی ها همون نسبی که از پیامبر خدا بود در مکه، اونها هم همش برابر کفر نیستن، بلکه بعضیش به بعضیش کفر هستن. امروز در همین عجم نسب زایه شدگی است. مثلا که تو با پیغمبر دانه به دانه پشت به پشت برده رساندن کم آدم مونده است. یا بعضی ها مثلا که دوایر دارن نه حجت ها هست اینا، اکل اسلام به او قدر اهمیت نمیتید به خاطر که در عجم نسب زایه شده است. دیگر همین که اولاد پیامبر حسبی است و نسبی، اونایی که نسبی هستن معلوم از نسب رسول الله هستن، لیکن اونایی که حسبی هستن هر کسی که از امت رسول خدا پیروی پیامبر خدا رو میکند، عمل و گفتار و کردار و رفتاری او میکند، تقوا دارد، اون هم فرزند پیامبر حساب میشود. در زمان حضرت جامی رحمت الله علیه، عبدالرحمن جامی، یک نفر میگه یک حجت آورد، مثلا اگر دولت اسلامی باشد سید زاده لگود دارند، چند قدر از بعضی کارها او آزادند، حجت آورد که اینه من پدرم فلان 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 رفته مثلا به حضرت علی میرسد و همین در پایان شما ندیمی مثلا که شاه هستین کار کنید دولت امضا کنید. و حضرت جامی گرفتن همه شدیدن پشت با پشت بردگی و بعد در پایان جای امضا چهار مصرع نوشتند. آن را که بود نور نبی در بشره، حاجت نبود به طول عرض شجره. آن را که از او روخ نمود آن نور سره، شجره ندید به غیر لعنت. هر کسی که پیروی داشته باشد، محبت رسول الله داشته باشد، عمل با او داشته باشد، او اولاد رسول الله. لیکن اگر شجره هم داشته باشد که من دعوای سید زادگی و ایشان زادگی بکنم اما عمل نداشته باشم، همون شجره بر خود من لعنت میکنم. همین خاطر اینا او قدر امروز هر کسی که عمل و پیروی میکند انشاءالله که او را ایشان زادش گفته میشه به خاطر که پیروی پیامبر. حضرت بلال حبشی هم عرب نبود، بلال حبش عرب نبود، سید زاده نبود، سفید پوست نبود، لیکن اوقدر محبتی که بر پیامبر خدا داشت که رسول اکرم از دنیا گذشتن در مدینه ترک مدینه کرد، گفت طاقت ندارم که در اون مسجدی که من از قفای رسول الله نماز میخوندم پیامبر خدا نباشد دیگه میکنم، برو من رفت از مدینه. محبت بی اگرچند که حبشی بود لیکن محبتی که او داشت ما نداریم خیلی محبت. لیکن اگر جایی که باشند سیدزاده هایی که عمل دارند، ما البته که خاک پای او را احترام میکنیم. ایشان هایی که هستند امروز در اسلام خدمت میکنند، مثلا هر جوی تاجیکستان هستند دعوت میکنند، خدمت میکنند، تشویق میکنند، ترغیب میکنند، جونشون را در خطر میمونند، و ایشان ها و البته که لایق احترام خودشون اولادشون هستند. در کتاب کبایر شمس الدین ذهبی در شرحش میاره که در سمرقند کسی بود میگه از احوال اولاد سیدزاده بودن، اولاد پیامبر بودن، ثروتمند بودن، دارا بودن، زن داشت و صاحب چهار دختر داشت، دخترای خردسال. یک چی سبب شد که مال و ملکش گرفتن، خونش گرفتن، او کس از دنیا گذشت، همون سیدزاده از دنیا گذشت، چهار دختر قطعی در میدان موندن. در سمرقند در آمد میگه در شهر سمرقند به پیش والی سمرقند رفت، والی سمرقند رئیس شهر سمرقند به پیش رفت گفت که به من یک جای زمین عطا کن، یک خونه عطا کن که من سرم پیشانده کنم و دخترکم کلان کنم. گفت که به چی خاطر من به تو خدمت میکنم؟ کبر کرد، غرور کرد. گفت به خاطر او زن گفت که من سیدزاده هستم، گفت اولاد پیامبر هستم، گفت به خاطر سیدزادگی تو به من یک کمکی بکن. ولی سمرقند میگه باور نکرد، کبر غرور کرد، زن با چهار دخترش اهمیت نداد، پسند نکرد، گفت که برای سیدزاده بدن یگون حجت داری؟ یگون حجت داری که تو سیدزاده هستی؟ زن گفت نه، گفت حجت من همی زبانم از گفته ایستاده که من اولاد رسول الله هستم. کارش رو تمام نکرد، از در راندش برای اومد رفت. همی خیل بسری میگه اویزان و همراه دختراش اشک ریزان در کوچه های
تنکوچه های سمرقند گذشت میکرد که یک یهودی دیدش، یهودی پیر بسیار دشمن اسلام، لیکن اونقدر از اسلام با خبر بود، علم داشت، دشمنی میورزید. وقتی که او زن دید چهره خزان دخترکا رو همراهش دید، گفت که شما سائل است، طلبنده است؟ گفت که نه، خدا پناهت، هیچ وقت اولاد پیامبر خور نمی شود. گفت چی کسی؟ گفت که ما از اولاد پیامبر آخر زمان هستیم و پیش والی سمرقند رفتیم که کمک نکرد. گفت تو برای سید زاده بودن حجت داری؟ وقتی که یهودی چی میگه، همین قصه های پیامبر که خوندگی بود، از احوال همون نبی موعود که با خبر بود، یاد پیامبر میکرد، چشمش پر عشق یهودی را. گفت که بیامد را در خونم جا میکنم. وقتی که اولاد همون محمد باشی صلی الله علیه و آله، من تو را جا میکنم. و خونش آورد، در خونش در اطراف جای آبادش یک چهاردیوالی کهنه بود، در همون جا قطعی دخترات بیست، ما با تو خدمت میکنم. در دلش میگه فقط و فقط عشق پیامبر بود و همون محبت همون کودکا. بعدن میگه وقتی که تعامشون آوردن، خواستن تعام بخورن، کودکا دستشون گفتن دراز میکنن که مادر گفت نه، این کسی که به ما نیکی کرده است، ما باید در حقی دعا کنیم. الحالی خاندانی که به ما نوش و نعمت مهیا کردن، زحمت کشیدن، در رفتن دعا در حقش میکنیم، یه البته قرض است. گفت اول دعا میکنیم. گفتن چی دعا میکنیم؟ گفتن که همه را دارد، یگانه چیزی که ندارد گوهر ایمان است، اسلام است. دعا کنیم که خداوند از همون گوهر ایمان همین یهودی را نصیب بگردان. دخترچه همه دستای کوچکشون را میگه برداشتن، دعا کردن که خدایا همین کسی که با ما نیکی کرد، تو هم با اون نیکی کرد، ایمانش نصیب کرد. میگه از بیرون گوش میکرد، گریه میکرد. بعد میگه شب، نصف شب بود، میگه در بالای جوگش نشسته بود، خوابش نبرد. همین تا یک پینه که رفت، میگه که حولی کلان داشت دروازش، یکی تخت تخت شد، از پشت دروازه میگه رفت نگاه کرد که سه نفر بر آمدند. یکی میگه پیش پیش بود، چهره به مثل آفتاب همونتا میدرخشید، رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود. از طرف راستش ابوبکر صدیق، از طرف چپش عمر فاروق. از در در آمدن یهودی وقتی که دید و در گوش صدای شنید که این از پیغمبر آخر زمان محمد صلی الله علیه وسلم، از شادی میگد گریه میکرد، میدوید این طرف اون طرف که حبیب خدا خانه ما آمد است. بعد از آن پیغمبر خدا با او سلام کرد، گفت که ای پیغمبر خدا، گفت کلمه عرضه بکن که من مسلمان شم. رسول خدا اشهد و الله اله گفت، کلمه عرضه کرد، یهودی مسلمان شد. بعد از آن با او شخصی مسلمان شده یک قصر در جنت نشان داد که همه از در یاقوت. ای گفت جایی تو است، به خاطر یکی از اولاد ما را تو در دنیا کمک کردی، مدد کردی، به خاطر که گفت سید زاده هستم، انا همین قصر از در یاقوت و مرجان بدگی در جنت نصیب تو هست. وقتی که میگه ایره شنید، ایمان آورد، قصر فهمید، از خوابش بیدار شد. در نصف شب همه زن و فرزنداش را دعوت کرد، آورد، کلمه عرضه کرد، همه شو مسلمان کرد و همه به پیش خاندان همون بیوزن سیدزاده و کودکش آمدن. در همون جن آمدن، قدم های همون دخترکار یهودی میگه بوسه میکرد، در چشمش میمالید که و خاطر شما خداوند بر من ایمان نصیب کرد، و خاطر شما خداوند در جنت به ما یک قصر عطا کرد. بعد از اون زن فرزندش گفت که همشون تا زمانی که ما زنده هستیم غلام شما هستیم، این خانه و حولی همه از شما هست، ما غلامای شما هستیم. این شب هم بود که والی سمرقند طهارت کرد، درو کرد، نماز خوند، خواب کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر صدیق، عمر فاروق با قصرش وارد شدن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با چهره خشمناک، غمگین وقتی که داخل شدن، میگه ای والی سمرقند، گفت السلام علیکم و رحمت الله یا نبی الله. گفت پیامبر رو شهی طرف گردون، از این طرف اومد سلام کرد، پیامبر خدا رو شهی طرف گردون. بعد از اون گفت که ای پیامبر خدا، گفت من یکی از امتای تو هستم، هر شب با تو صلوات میفرستم، اوه مرا نمیشناسی؟ پیامبر خدا گفت برای امت بدنت حجت داری؟ حجت داری که من تو رو بشناسم؟ تو امتی من هستی. یکی از اولاد من محتاج شد به درباری تو، به پیش تو آمد، تو از او حجت طلب کردی، تو هم حجت داری که امتی من هستی. بعد از آن قصری که از در یاقوت و مرجان در جنت با او نشان داد،
گفت این نصیب همون یهودی شید که بر اولاد من ترحم کرد. تو به نصیب شید. وقتی که سحر شید میگه والی سمرقند دیوانوار سر پای برهنه میگه در کوچه ها میده کی مهمون دیده است، کی یک زنه با چهار دختر شیده است، دویده و دویده و دویده عاقبت از تن کوچه های همون سمرقند یک جای رفت یافت و خونه را در تخت تخت زد. خواست بدرویه که یهودی را گفتن کسی اومده است، از حولش بر اومد. وقتی که بر اومد والی سمرقند دید، والی سمرقند در دست همه خلطه های پر از زر پر از طلا همه ها را بگیر و همو بیوزن قطعی دختراش به ما بتیه مهمان تد. گفت نه، گفت او قصره که تو را دی شب پیامبری خدا پیامبر نشان دادگی بود، او قصره نصیب من شد. ما با اهل و اولادم همه غلام اینها هستیم، تا زمان زنده هستیم در خدمت اینها هستیم. اگر دنیا را به ما بتیه مهمان ها را به تو نمیتن. ولی سمقه از رحمت خدا به نصیب گشتره. این در کبایر آورده است به خاطر که اگر کسی که سیدزاده و از اولاد پیامبر باشد و عمل داشته باشد، احترامی و البته که ضرور است، احترامی اهل بیت ضرور است. در این سبو سمیتی و که دیگر شلخال دیگر چیز او را تامینات شونه میکنی، از این گاه ها زکات واجب نمیشود. وقتی که فروختش از پولی او واجب میشه، از خودش نیست. مقصدش همین تجارت ده آلش میکنه روزگارشون میشه 6000-7000 دولار شدارده و سیرانه گاوه، لیکن همین وای شدارده میخرد، همه چیزه میخرد، خانشون میپاید. مقصدش هم تجارت، هم زندگی دیگه کارشون نیست. همین به همین خیلی بله، همین را گفتیم که اگر به شرطی که خودش تامینات گاوه رو میکرده باشه بعد هنشون هم میچره 6 ماه زیاد، او در زکات واجب نیست. وقتی که گاو را پول کرد بعد از پولش واجب میشود، از خود 5-6 گاو زکات واجب نمیشه. بچه ها بریم سیزه دوله همینجا سوال کمتر غلط شد. مقصد این که است همین است که مثال باید 7-8 گاو همین گاو باقی رو برانده پروشی مگر یا پولی کلام میشه، همین مبلغ آیا نصابی زکات رو میدارد یا نه؟ همین رو پرسید میاد. مثال 3050 مثال گویم نصابی زکات هست، یک آدم مثال دارد که 8 گاو در خانه همون گاو مثال میپاید و فرده میشد میفروشد، آیا سوم همین گاو ها نصابی زکات میدارد یا نه؟ نه، همین مسئله را باز بیان کردیم که وقتی که گاو خودش هست از گاو زکات واجب نمیشه تو 30-30 نرسد. وقتی که گاو ها را فروخت بعد از پولی و زکات میبرورد، از پولی و پولی مثلا پولی نخته هسته از همون میسو 3053 دلار 77 دلار میبرورد. لیکن در یک ساله که مثلا غیر گاو، مثلا گاو خی نصابش الهیده است، گاو بزو گوسفند، یکی در صورتی که تاجر است، مثلا مگزین داره، همه اشیای روزور هر چیزی که میفروشه یک سالش همش حساب میکند و از همو زکات شه میبره. خواه از همو اشیا زکات بده خب پول شه بده، مثلا که خب اینا فاتور میفروشه یا کرتاو مثلا که بروک میفروشه، از همو زکات میتونه که 20 بروگ یا 20 کستوم شه براورده در فقیره بودید با میتونه پولی وارد یک ساله شه در این تجارت همه شه جمع کرده ایستو بکنه میتن، لیکن گوه اسمه بیسو بیو دیگر از هر آبید وقتی که میفروشد از همه اسمه زکات میتونه؟ بله بله، از پروش زکات واجب میشه. سونی باید همین زکات و ولی زکات کسی که خانه داشته است که همون خانه برای تجارت یا که برای همون پولش چی فرق کردن خریده مونده بید در خودت همین چکر میشود. خب خانه میتواب کلان سونهش کلان یک 20,000 روکی 50,000 دلار باشده همون کلان در خودت همون رو بیده. زکات در صورتی که در غیر معامله میگه زکات واجب میشه به نیت تجارت، اگر به شرط به نیت سودا گرفته باشه یا آبادش کنه و قیمتر نیت فروختن داشته باشه
او را هم قیمتش حساب میکنه، زکاتش رو میبره. هر سال میذاره یا وقتی فروش؟ هر سال زکات در یک سال یک بار واجب میشه. لیکن اگر خانه خریده است و به نام بچهش، به نام دخترش، یا خانه خریده است در همو یک جا مانده است به خاطر اینکه یگان مثلا کوارتیران میشونن، اجاره میشونن، در یو زکات واجب نمیشه. اگر نیت تجارت نباشه واجب نمیشه. ملازم یک تن سنتی زو سخت گواهی منند تو خونه ما دازو بغیر از 7000 دلار پول هم 7000 دلار پول همین سی حالت به مثلا 9000 دلار از 7000 دادم تو خونم 7000 دلار میسته. اهم تو خونم 9000 دلار میتیم یا خونم فروشم میتیم چی خیلی مثلا یه خونه رو نفروخته میتیم این سوکه بله 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 5000 دلار شده این سطح گوه ما تون نفروشم پروش نمیتیم اگر بشرت که خودم نگاه کنم یا سطح گوه هر یک سی تا و چی تا دوده سی کن یک تی گوه میتیم نه اگر بای شیش ما چارت میتیم مثلا نه چارت که خودم نگاه کنم هم میتیم نمیتیم نه سطح گوه نمیتیم آخر دینه جادو رفتان میگرد این استودان میگرد اگر همین سطح گوه مثلا همین خیلی ابراد به درامده براخ و سطح گوه ایستاده سو مثلا پلاش با فایده اون دوست سطح گوه مثلا بیستش فروختم جاشو با بیسته خریدم با فایده پول ما همون پول این پول بخش کردم اینجا اینا همین پسته هست همین گرنگ ساده هست اینهایی که همین مسئله چکل میشه اینجا سطح گوه ها دیزه دل خجیل چکل آیم پول سطح گوه من زکات نمیتیم من اینش به گرنگ ساده این خیلی است که مثال همه ایش صبح کتاب قطعی است بخاطر اینکه صد گوه در همه خودی خونه جو کردن، خوراندن، نگاه کردن خوری مشکل است. ای یکی صد گوه مثلا در چراگاه میشره او جا نمیخرد، پنج تین صرف نمیکند، خودش چریده است، خودش گوساله کرده است، زیاد چیده است. ای یکی در مثلا صد گوه در خونه باشه یکی صد گوه از دول از صرف میکنه در این مشکلت است. با بولو یک قدر مشقت با اگر با مشقت باشه این در اسلام حرام است. مثلا همون گناهکار نمیدونم همون دانلو مسئله نماز جماعت نازی آدم بودن که یک ساعتی بودن مسئله نماز دومان مسئله بی نمازی و مسئله نماز خانه که بی جماعت نماز نمیدونم من کمکر در آشانه هم بودن دیگه اینجا پخته که رگوه هم هلی اینجا سهرام به پخته میکنم نه سهرام میکنم جماعت برو چه کنی سهرام یکی در سهرام که هست سهرامیت مسئولیه اصلا جماعت خیلی نماز و جماعت خوندن سنتی معکده است از جماعت سنتون معکدتون. خب جماعت هم آیات قرآن ثابت شده که از خداوند بیان میکند از سعید الله ورکعو مع الراکعین معنیش ای وعبدو مع العابدین عبادت کنید همراه عبادت کننده ها. بعضی از دیگر مجتهدا گفتن که نمازی به جماعت خواندن واجب است لیکن مذهب ما و شما مذهب امام اعظم جماعت سنت مؤکده میگن هر کسی که جماعت خلاف میکنه منافق است. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه جبرئیل امین پرسید گفت که یا جبرئیل گفت هل اشر من شارب الخمر آیا از نوشنده عرق در بدتر بوز آدم هست؟ جبرئیل گفت نعم تارک الجماعت اشر من شارب الخمر ترکننده جماعت از عرق خورد گنده هست. تارک الجماعت اشر من الغیب و نمامه ترکننده جماعت از غیبتی و سخنچین ده بدتر است. پیامبر خدا را حضرت جبرئیل علیه السلام بیان کرد. بعد از اون جماعت همین است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم تمام عمر مبارک شما 63 سال عمر دیدن نماز با جماعت میخوندن نماز تنها خودشون نخوندن. یعنی خیر یکون روایت ما نداریم حجت نداریم دلیل نداریم که پیامبر نماز پنجاختر خودش تنها خونده نیست. حتی اگر انسان بیمار هم باشه باید از کفاش برداشته دارن جماعت کنند. بعضی مشتهدو میگن که نمازی با جماعت از نماز تنها گذار در حدیث ها پیامبر میگه فضیلت دارد به 27 درجه. مثلا یک نماز پیشینه که ما یک بار میخونیم
اگر همین پیشین شما در خانه تون 27 بار اثر گردانده بخونید، بعد برابر یک بار جماعت میشه. پیامبر خدا در حالتی که مریض موت بودن، همون کسلیه که به همون کسلی و بیماری که از دنیا گذاشتن، پاها قدرت رهگشتن نداشت، قدرتی نداشت که با پا ره بگردن. وقتی که نماز بامداد شد، حضرت بلال حبشی آمدن اذان گفتن، بعد اذانشون حی علی الصلاه و حی علی الفلاح، الصلاه خیر من النوم گفتن، پیامبر خدا نبر آمد، راستی در آمد و گفت که الصلاه یا اهل بیت نبوه، بلند گفت، ای خاندان پیامبر، گفت وقت نماز گشته رفت. باز دیم مراتب آمد پیامبر ندید، سیم مراتب آمد که حضرت فاطمه زهرا گفت یا بلال، گفت پیامبر خدا با نفسی خودش مشغول است، قدرت راه گشتن ندارد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرد که مرو ابوبکر ان یوم الناس، امر کنید که ابوبکر مردم امامتی بکند. ببین در زمانی که پیامبر خدا زنده بود، حیات بود، گفت امر کنید که ابوبکر امامتی کند. حالا که حضرت عمر بود، عثمان بود، علی بود، طلحه و زبیر، 1120 هزار صحابی بود، پیامبر گفت ابوبکر امر کنید در نماز پیش بدروید. وقتی که حضرت بلال میگه پیامبر خدا را دید که با تخته پیش خوب است، پاها قدرت خیستن نداره، میگه تا همون صف رفتن، میگه با دستاش خطی در سرش میزد، میگو یا لیتنی لم تلیدنی اومی، ای کاش که مرا مادرم تولد نمیکرد، که پیامبر را به حال میبینم. و این کسار زهرا، ای این میان من شکست، میگفت بلال گریه کرده اومد در صف ایستاد. حضرت ابوبکر امر کردن، حضرت ابوبکر پیش ندارم و نتونست. بعد از آن پیامبر خدا امر کرد فضل ابن عباس و علی رضی الله عنه هر دو آمدن، پیامبر خدا را برداشته کردن از کتفای مبارک رسول خدا را، گفت مرا بری نکو به مسجد. گفتن که رسول قدم های مبارک تا برداشته کنیم؟ رسول اکرم گفت نه، از ثواب قدم زدن مسجد محروم نمانم. هر یک قدمی که ما و شما زده به مسجد میریم، به هر یک قدم خداوند جل جلاله و 10 بدی ما و شما را کوره میکنه، نیست میکند 10 نیکی در نامه اعمال ما ثبت میکند. گفت نه، پای مرا برداشته نکنین. پاهای پیامبر خدا هم تا آویزان با بالای همون قمیستون کشاله کرده بردن. حضرت مولای جنون میگفت همان بدر و دجا محبوب معبود، برفتن پای او بر عرض میسود، برای دین نمان از بندگی ها، تو چون پیرو به این شرمندگی ها، به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی طاعتت رنگی زنانی، روی کوها به عزمی بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته، کشی چون گاو دایم بار دنیا، شوی در خدمت مولا کسلها. عزت بیان میکنن همون طریق پیامبر خدا را بردن، نشسته در محراب ایستاد، نشسته در نماز پیش دراود، نماز با جماعت خون. این تی نماز جماعت تو چی اندازه ضرور است، تو چی اندازه نماز جماعت تاکید چی دیگه است که حتما باید که نماز با جماعت در مسجد بخونیم. یکی از خاصیت های نماز جماعت همین است برادران عزیز، که اگر کسی را که جین زده باشد، نماز با جماعت یکم شرطه که جین از وجود یادن وسواس خون شود، نماز با جماعت. اگر شما در جماعت در 5 دفعه اشتراک کنید، جین به شما نزدیک شده نمی کنه، از زهر چشم به شما رسیده نمی کنه، وهم از بدن شما نابود می شه. وقتی که شما نماز با جماعت، وقتی که نماز با جماعت مسلمان ها خواندن، از جا نفیستن، حال همه از نماز سراسیما برامادن خوب نیست، دیستن ذکر را بکنن، دعا را بکنن، دعا و درود بکنن، بعد بخیزن خوب است. یکی سلام دادن خیستن رفتن جویز است به ضرورت، لیکن به ضرورت رفتن خوب نیست، بلکه صبر کنن، دعا کنن. تا زمانی که سلام داد نماز خون از جاش بر نخواسته است، همه فرشته های اطراف دعا میکنن که اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، فقط ذکرشون، خدایا مغفرت بکن این نماز خون ها را، خدایا رحمت بکن بر این نماز خون ها. فرشته ها در حق ما و شما دعا میکنن تا زمانی که از جامو نخیسته باشین. چند نفر از مصفیده و
کلانترها مومدن نماز که بود میشید میشیدن به حضور نمیخیستن. یه رفتن مردم به حضور میشن. این از همین حدیث با خبر دست کرد. تا زمانی که از جد برنخواسته ای فرشته ها در حق دعا میکنن. اللهم اغفر لهم. اللهم ارحمهم. دیگر نماز جماعت در کبایر میارد. کسی که دائما ترک جماعت میکنه گناه کبیره میگیرد. میگه کسی بود میگه که از تابعین در نماز بامداد اشتراک نکرد. فقط یک نماز بامداد در خوب ماند. وقتی که میگه دیگر نفری که از اولیاء الله بود با او گذر کرد دیدش. وقتی که در جماعت او را ندیده بود دید بعد از سلام علیکم و رحمت الله گفتن و در آوات قفوش گفت انا لله و انا الیه راجعون. یه ما وقتی مثلا همین را بیان میکنیم که یک کس بشنیم که مرد است میگم فلان مرد است میگیم انا لله و انا الیه راجعون. تو در نماز جماعت نبودی پس در حساب مرده است. کلمه مصیبت استرجاع گفت اینا لله و اینا الیه راجعون. بعد از اون شخص گریه کرده و تابعین گفت قسم به خدا که اگر یک بچه 20 ساله ما میمرد 10,000 آدم مرا اومده در همینجا تعزیه بیان میکرد. لیکن فوت نماز شد از من نمازم جماعت فوت شد یک کس تعزیه بیان کرد. یعنی کسی که در جماعت حاضر نمیشوه یا نماز نمیخونه گفتی اما حضرت خواجه حافظ که هران کس که در این حلقه نیست زنده به عشق، هران کس که در این حلقه نیست زنده به ذکر، نمورده به فتوای من برو جنازه کنید. نمورده من فتوا میتونم که جنازه او را بخونید. کسی که در این حلقه به ذکر به نماز او زنده نیست. یعنی کسی که عبادت داره زنده هست، عبادت ندارد حکم زنده را ندارد. برای همین نمازی به جماعت خیلی ضرور است. تا حد الامکان باید که نماز به جماعت بخونیم، نماز در مسجد بخونیم. حضرت ابو قلابه گفتگی تابعین در دقایق الاخبار بیان میکند میگه از یک محله گذشت که در اون محله یک مسجد بود. در مسجد در آمد چند نماز خوند تا تهجد کمتر پینک رفت که مسجد ذکر میکرد. همون مسجد محله میگفت که خدایا اهل این محله را تو خور بدار، برکت از ایها برداشته کن که همچنان که مرا خور کردن. مسجد دعا میکرد خدایا تو ایها را خور کن که اینها مرا خور کردن. مردم محله میگه همه رنجور بودن، کسل، بینوا، مصیبت زده، کم بغل، قشاق، همه احوالشون بد بود. وقتی که روز شد نماز بامداد خوند، یک ساعت بعد از بامداد و مردم در باب جماعت امر معروف کرد. میگه چند ماه پس دیگر اومد گذر کرد در امون مسجد، در نیز شب یه پینگ رفت که با گوش صدا رسید که مسجد در ذکر است که خدایا اهل ده اهل محله را خدایا تو آباد و با برکت نگه بدار که اینها مرا آباد نگه میدارن. خدایا اینها را آباد نگه بدار که اینها مرا آباد کردن. خدایا اینها را تو خوشوقت بدار، برکت عطا بکن که همچنان که درون ما پر برکت چنی پر درمز کنید. مسجد هم دعا میکرد. پس جماعت ها که شعار مسلمان ها شعار اسلام ها گوید که نماز را به جماعت تو حد دیگین کن. مگر در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن ام مکتوم هر دی چشمش نابینا بود و پیش پیامبر خدا آمد که یا رسول الله گفت آیا من در جماعت اشتراک کنم؟ پیامبر خدا گفت که نه، برای تو جماعت آمدن واجب نیست. پشت شگردان رفته ایستادگی بود که آواز اذان را شنید. پیامبر خدا گفت عبدالله بن که ایش در جد آیا آواز اذان را میشنوی؟ گفت میشنوم. پس گفت اجابت که اذان را بیا با مسجد. کسی که هر دی چشمش نابینا بود. از خاندان تا مسجد یک سیم یک تار کشیدگی بود که نابینا بود. همه را قپیده قپیده آمده در جماعت اشتراک میکرد. نابینا بود. حالا الحمدلله خداوند خدر نعمت ها شده دست. حتی که یک چشم نه فرشته محافظت میکنند. وقتی که انسان به جای نادیدنی ببیند، نامحرم ببیند، فحشا ببیند، منکر ببیند، قرآن نبیند، پیش نگه کرده مسجد نرود، مدرسه نرود، همون نه چشم نه فرشته میگه در چشم دعا میکرده که خدایا اجازت ما از چشمی براییم. او که برای انسان کور میشود. پس برای من نماز جماعت خیلی هم ضرور است. باید که نماز به جماعت بخونیم، حرکت کنیم که نماز به جماعت بخونیم.
انشاءالله که هم فایده دنیا و هم فایده آخرت میشه. دارالله شهز بریم نمازه خودش لو بریم جماعت نماز شیدتم یک مسجد که بارم زب جده کوب آدم ایتلگه مسجد Ya ben ettim. Amcam. Öyle soru bir gel. Herkes sana şey talak kar, ya talak kar. Der böyle talak. Ya talak kar bu. Badi talak, o nafşudam inzanı şu. Nafşudu hay, şaşmaya yak sol kuzaştı, bu yak talak kar. Ama du talak meşevad, ya yak talak kar şu mansuk şu. طلاق که دو قسم می شود. طلاق بوین است، طلاق رجعی. طلاق بوین همین است که بالکل نکاح بریده می شود. اگر طلاق رجعی باشه، مثلا میگه طلاقت کردم بگه یا یک طلاقت کردم، در این صورت در طلاق رجعی نکاح شرط نیست. وقتی که یک بوسش گرفت یا دست شقاپید یا همخوابگی کردن، همین خودش نکاح می شود. بله نکاح می شود. لیکن اگر طلاق بوین کرده باشد تا اثری نو نکاح نکند و مهر نو ندید درست نمیشه زندگیشون. ای طلاق گفتگی شما کدام قسم طلاق است؟ رجعی باشه هر جمع شود. مثلا اگر یک طلاق کرد باید طلاق هر دو طلاق میشه، فقط یک طلاق دیگر صاحب میشود. اگر یک طلاق دیگر کنه اگر تمام دیگه الله دیگه را گفته نمیتونه. بعد یک طلاق باید دانشوی درشده یک درشده. بله فهمیدم. نیو خیلی او طلاق موندگی باید طلاق دیگر کرد که رجعی بر رجعی جمع می شود، رجعی بر رجعی جمع می شود و همون داغش می موند، لیکن بوین نی بوین نی. اگر به شرط 100 طلاق بیاد 3 طلاق می شود و در 97 دیگرش گناه می گیره، چون که از شریعت زیاد کرد، شریعت 3 تا معین کرده است. این وقتی که 100 میگه 97 تاش گناهکار میشه و 3 طلاق واقع میشه. 3 طلاق دیگر نمیشه گرفته. موافق 4 مذهب اهل سنت و جماعت 3 طلاق 3 طلاق تا شوهر دیگر نکند او را گرفته نمیتونه. فقط مسئله طلاق مسئله نازک لفظ شرط است که چی گناه گفته است. در مسئله طلاق همو طلاق میکردگی حرف به حرف شه باید بگوید. مثلا گواست که یکان حیله میکنه، یک چیزی میگید که طلاق واقعی نمیشه، وجود طلاق هیچ چی نمیشه. مثلا بگه که انشاءالله سه طلاق دیگه هم هیچ چی نمیشه. همین خیلی هست که بعضی ها مثلا حیله میکنه، انشاءالله را که در بیان کرد او دیگه هیچ طلاق نمیشه. یا که مثلا میگه سه طلاق هیچ واقعی نمیشه، برای نسبت نداره، خطاب و سویو نکرد، هیچ واقعی نمیشه. بگه طلاقت کردم و طلاق رجعی میشه، یک طلاق رجعی میشه. همش فرض است مثلا که در قرآن در هر کجا وصف نماز آمدگی است، مثلا نماز عصر بسیار تاکید شده است که حافظ و علی الصلوات و الصلاه الوسطا. خدا در قرآن بیان میکنه که نماز پنجگانه را حفظ کنید و نماز وسطا را علاقیده آورد. وسطا چه نمازی؟ وسطا وسطا میانه نماز عصر. نماز عصر نمازی است که بامداد و پیشین از این طرف میمونه، شما مفتن از این بنده نماز وسطا عصر. این خدا میگه در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که اگر انسان زن و فرزند و خانه و درش نیست شود، مصیبتی سبکتر است از مصیبتی کسی که نماز عصر ترک میکند. اگر انسان زن و فرزند و خانه و درش چپه شود نابود شود، مصیبتی سبکتر است از مصیبتی کسی که نماز عصر ترک میکند. خیلی تاکید شده است. دیگر نماز بامداد و نماز خفتن، پیامبر خدا میگه اگر شما ثواب نمازی به جماعت بامداد و خفتن اگر شما میدونستین میفهمیدین، هر آینه به مسجد میویدین حبان
شکمولک، شکمولک چی میگیش؟ پاپلاستونسکی، پاپلاستونسکی شما همیتا کرده، اگر بیمار هم میشینه کشیده خزیده، خزیده جان تو نکشیده برمد شد، اگر اجر ثوابی رو میدونستین، نمازی بامداد و نمازی خفتن. پیامبر میگه من سل بردینی لخلال جنه، کسی که دو نمازی سلقینه بخوند داخل جنت میشود، نمازی سلقین بامداد است و خفتن، لیکن کسی که همی دو نماز ترک میکنه دویم در دیگر نماز است در بامداد نیست، فقط خواب است، این علامتی نفاق است. میگه سخت‌ترین نماز بر منافق دو نماز است، نمازی بامداد و نمازی خفتن است. اگر ضرورتی باشه که تا حد الامکان با جماعت بخونه در مسجد بخونه، لیکن اگر ضرورتی باشه که مثلا کارش سخت ضرور است، در همون جای کارش هم که اگر دو نفر سه نفر هم که باشن با جماعت بخونن، ثواب جماعت هم یابن. بعضی کارهای هست که سخت ضرور است کن، مثلا کارهای ضرورتی که امسال کارهای کارکنان ارگان حکومت امسال اجازهش نمیتونه برای در مسجد به حضور نماز بخونن، به چرا مثلا که پنهان پنهان میخونن، یا کارهای مثلا تیب ورچوی هست که مثلا میون سوال میتونه که مثلا اپیراسی هست که 3-4 ساعت میکشه، مثلا گوه وقت از ساعتی از نیست شروع سر میشه نماز عصر هم داره اونجا، او اگر نماز براوه مثلا در جماعت با مسجد بخونه حلاک میشه، این نماز قضا داره، لیکن آدم قضا نداره که، و همین خاطر اگر تنها هم که بخونش خدمت یک مسلمان کنه این ثواب زیادتر است. قرار که می شود من نماز خواندم وقت ندارم، وقت دارم شرایط ندارم، خیلی شرایط که بیتارت وی دل پر نمی شود نماز خواند، همون وقت با عمده نمازوی که قضای می خوانم پیشینه می خوانم یا عصر می خوانم، همون ثواب همون قضا چی می شود مثلا من کارگر باشم. خب این مسئله که دیگر مسئله است، مسئله نماز قضا کردن یگون اجازه و فتوا در اسلام وجود نداره که انسان نمازش قضا کنه. مثلا شما ضرورت داره سخت میگیرن شما را در جای کار تو میخونه، میگه تارت ندارم، تارت کرده بریم به جای کار، تارت کرده پای با تارت باشیم، وقتی مثلا ضرورت در نخم میکنی داره مثلا نماز عصر هم 4 بار است خم راست میشه دعا میکنی، شرط نیست شما تسبیح ها را بگین، دعا و درود زیاد کنین، همین قامت رو بگو الله اکبر بخون، سلام دادی الله اکبر، نماز تمام، وجه درازش نگیری، لیکن قضا کردن تماما ممکن نیست، تماما اجازت در قضا کردن نماز وجود نداره، غیر از مرگ، غیر از بهشیدن وجود نداره اگر از ریکی انسان نماز شد قضا کنه. حتی در منیت المسلی گفتگی فتوا هست بیان میکند که انسان هست که هر دی دستوش کلتا کردن، در پیش آب است، در پیش خاک، نه تیمم کرده میتونه نه به آب تارت کرده میتونه، حالی دستو بریده گرد میگه همی چهره شد در یکان دیوار در یکان جو خاک ده بمالن حکمی تیمم میگیره همه حاله ده نماز شو بخونن، یا که مثلا که در بحر افتاد است غرق شده گیست وقت قریب نماز قضاشیده است، یک ریشه یک درخت یک چیزی در دست شمید در همه حالت هم به اشاره قطعی نماز شو بخونن قضا نکن. یا در حالتی که زن در حالتی تولد است نصف کودک برآمده وقتی نمازه اگر نمازش نخونه نماز قضا میشه، در همین حالت میگه تارت کردن نمیتونه، تیمم کنه، تیمم هم یک ذر میزنی رو را محس میکشی یک ذر میزنی دستور تو آرین میشه که همین تارت میشه، تیمم کنه یک چادر در اطرافش پیچونه و نمازش به اشاره در همون حالت بخونه، در همون حالت هم نمازش قضا نکنه تا برآمدن کودک، مثلا کودک برآمد دیگه نماز خواندن و معنی تو مثلا پاک شدنش نماز عذر نداره، کدام حالتی که نباشه باید خن نماز کنیم. یکون حدیث بایانی پیامبر میگه که الوضوء قبل الطعام والوضوء بعد الطعام برکت، سنت همی است که در اسلام پیامبر میگه که پیش از طعام خوردن دستا رو بشویم، بعد از طعام خوردن هم دستا رو بشویم، برکت است، یعنی گیگین هست، چه خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم
تو چی اندازه تکلیف میکنم. یو سنت رسول الله است که در وقت تاوندن با سه انگوش و سه انگوش قد پنبر تاوند خوردن سنت است. با سه انگوش بی دولت چقدر خورد است بسیار میخویش در هضم در میاد فایده دارد. هر یک عملی که پیامبر خدا کردن هزارها هزار حکمت دارد. خیلی شما اگر با افضالت رو بهتر میشه یا چیزی گفته شدید باشه سوال جواب میشه. صلی الله علیه و سلم با جانب حضرت علی رضی الله عنه لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من عمر النعم. اگر ای دست شما یک نفر هدایت بیابد، یعنی اگر این جمعیتی که حاضر نشستیم هر چیزی که از هر باب شنیدیم اگر شما همین رفته از زنهای خودتون دخترهای خودتون بچهای خودتون سر کنین و بعد از آن در فرزندها و همسایه‌داری‌ها و دیگرها اگر همه را جاری کنین، یک کس از دست شما مثل شما نمازخوان شود یا یک دختری شما اگر روی مال بسر شود از یوبکا پوشی و از آستین کلتا پوشیدن باز ایستد، برادر عزیز برای شما بهتر است از یک شطر سرخمویی که در روی خدا قربانی میکنین. یک آدم شما هدایت کرده توانید. برای این از خانه های خودتان اول شروع کنید. زیرا ببین قرآن میگه و انذر عشیرتک الاقربین. خداوند محمد صلی الله علیه و سلم است وقتی که دعوت در دستش داد گفت مردم دعوت کن، از کجا؟ عشیرتک الاقربین، از خانه خودت سر کن. دعوت از حدود خانه. اگر شما به شرطی که خواهین که مسئولیت پدر و مادریتان یا خواهین که
خانه قبر قیامتون آباد باشد، شما ساعت تربیتی برای فرزندتون جدا کنید. خانه دا بچه داری، دختر داری، نبیره داری، هم اکششین اونو همچون معلم از یک لو به شوهرش در بابی کدام لازم در کار مسئله، شوهردارش در بابی احترامی شوهر، احترامی خسر، خوشتامن، خانواده شوهر. خب بچه هایی که هستن در بابی نماز، دخترها را از بابی زینا، از بابی بعیفتی، هر کدام شد در هر موضع فهمانیده، تا همین مسئولیتی خیلی وزین از گردنتون دور کنید. از اینجا خیستن فقط با یک خوردن شوربا و خوردن میوگی قطی شما خدا را شکر گفتن نبرای، بلکه از همه چیزی مهم لازم انا همین نشستی ما و همین آن مسئله های دینی که در بین ما و شما گفته شد، این مهمتر و بالاتر. اینا از ذهنتون دور نکنیم برادر عزیز، در یک گوشه قلبتون همین تا اون چه که شنیدین کتابت کده و آیسته آیسته شما هم ترغیبات و تشویقاتاتون ها که همه بنده مؤمن و مسلمان و هر کدامتون در این باب مسئولیتین اجرا کنیم. این دعوت فقط خواسته من، خواسته دولا، خواسته کسایی که امروز مسجد و منبر دارن، خواسته اونا نیست. این به همه حضرت دعا. اللهم وصلنا الى جميع مقاصدنا وتوب علينا انك انت الله احد. حيدر حمد خدا خدا نگهدار.